سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی. شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا میکنید. امیدوارم تا اینجای ویدیو لذت برده باشید. توی این ویدیو قصد داریم در خصوص وبسایت bitinfocharts.com صحبت بکنیم. این سایت بسیار سایت مفیدیه برای کسایی که میخوان موضوع معامله گری رو خیلی جدی توی کریپتوکارنسی دنبال کنن. پیشنهاد میکنم که اگر علاقمند به موضوع معامله گری هستین، حتما این ویدیو رو با دقت مشاهده کنید. حتی قبل از اینکه ادامه بدیم، من پیشنهاد میکنم یه قلم و کاغذ کنار دستتون بذارین. یه سری نکته توش مطرح میشه که لازمه که یادداشت بکنید، بعداً در خصوصش بررسی بیشتری انجام بدید. مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیست شبکه‌های اجتماعی ما رو می‌بینید. ویدیوهای ما اغلب در کانال یوتیوب و آپاراتمون به اشتراک گذاشته میشه. پیشنهاد میکنم کانال یوتیوب ما رو با زدن دکمه سابسکرایب دنبال کنید. ضمناً با زدن اون دکمه زنگول اون کنار میتونید از آخرین اطلاعات و تغییراتی که ما توی سایت و کانالمون اعمال میکنیم به سرعت باخبر بشیم. خب بریم سراغ تشریح وبسایت بیت اینفو چارتس. خب همونطور که مشاهده میکنید اسم سایت bitinfocharts.com هست. ما این ویدیو رو برای بررسی کیف پول ثروتمندان بیت کوینی قبلا تهیه کرده بودیم، اما قسمت های خاصش رو گفتیم. بعد در خصوص ضریب همبستگی هم یه قسمت دیگه رو گفتیم که من این ویدیوها رو توی کانال به اشتراک گذاشتم. اما این سایت قابلیت های زیادی برای معامله گرا داره، برای کسایی که میخوان بیان و در خصوص اینکه یه کوین رو چه زمانی بخرن، اصلا الان تو موقع خرید هست یا نه، یا اینکه رسیده به نقطه‌ای که میخوان به هر حال خالی کنن به اصطلاح بورسی، یا اینکه بخواد روند برگرده هست. و خب بدیهی که تو این نقاط هیچ وقت کسی توصیه نمیکنه که وارد یه همچین کوین هایی بشیم. خب همونطور که میدونید این سایت قابلیت هایی در خصوص معرفی قیمت ریچ لیست داره که قبلا توی ویدیو جداگانه با هم صحبت کردیم. یه محاسبه‌گر ماینینگ داره، میتونی شما اگر تو حوزه ماینینگ کار میکنید اینجا از این ماشین حساب استفاده کنید. میزان استخراجی که انجام شده و بر اساس هر کوینی که اینجا میبینید و اینجا هم لیست شده، شما میتونید اطلاعات کاملی در خصوصش به دست بیارید. خب مطابق معمول ما میریم سراغ همیشه اون اولین ارزی که وجود داره، چون خیلی مشهورم هست، حس بهتری میتونن داشته باشن دوستان تا اینکه من برم مثلا سراغ این کوینایی که عملا میتونیم بهشون بگیم مثلا شیت کوینن یا نو نیمن. خب با کلیک روی بیت کوین ما وارد یه صفحه جدیدی میشیم، ولی قبل از اینکه این کار رو انجام بدم ما دو تا قابلیت دیدیم، یکی بحث اون کیف پول ثروتمند، یکی بحث کوریلیشنه. این کوریلیشنه به شما این امکانو میده که اون سبد دارایی که دارید میچینید با ریسک مدیریت شده ای این کار رو انجام بدین. من روی این که کلیک بکنم وارد یه صفحه میشین که یه جدول متقاطع هست، ارتباط هر کدوم از اینا رو با همدیگه داره به ما نمایش میده. پیشنهاد میکنم اگر ویدیوی ضریب همبستگی رو تا اینجا ندیدین حتما بهش مراجعه بکنید. این ویدیو ویدیو بسیار با ارزشیه و میتونه شما رو در انتخاب یه سبد بهینه کمک بکنه. خب برگردیم سر همون بیت اینفو چارته. من روی حالت ورتیکال قرار دادم اینو، الان روی بیت کوین کلیک میکنم، وارد صفحه اطلاعات بیت کوین میشم. همونطور که میبینید نوسان قیمت رو داره توی بازه یک ماهه به ما نشون میده. ما اینو میتونیم از ابتدا تا الان بکنیم، میتونیم در یک سال گذشته ببینیم که همین حدود 8700 8600 با یه دامنه نوسان مثلا اینجا چقدر بوده قیمت 6700 بوده، یه حدود 2000 دلاری نسبت به این مبلغ در حال نوسان بوده. الان که با هم داریم صحبت میکنیم مارچ 2020 هست. خب همونطور که از بالا میبینید توتال بیت کوین رو گفته 18 میلیون خورده ای اومده از اون 21 میلیونی که با هم صحبت کردیم. ارزش بازاری این کوین رو داره میگه و اطلاعات قیمتیش رو همونطور که میبینید توی حتی اینجا مورم که بزنیم یه سری اکسچنج دیگر رو برای ما باز میکنه، مثلا کراکان 8919.2 دلار قیمت یه بیت کوینه. خب این تفاوت قیمت
از چی ناشی میشه؟ از اندازه اون بازار، اندازه اصلا نوع اکسچنج چیه. اگر علاقمند به این مسئله هستین که درک دقیقی از این موضوع پیدا بکنید، بهتون پیشنهاد میکنم ویدیویی که در خصوص مقایسه صحیح و انتخاب شاخص‌های مناسب برای مقایسه یه اکسچنج یا بروکر رو معرفی کردیم و مشاهده بکنید. اون تو دقیقا دلیل رو میگم و فرصت آربیتراژی که بین اینا وجود داره، از این بخری به اون یکی بفروشی هم تو دلش مستتر هست. خب اسکرول میکنیم میایم پایین، معادله حالا یه یورو، نمیدونم دلار و ین ژاپن و حتی یو اس دی تی که همونطور که بهتون گفتم یه استیبل کوین هست به نام تتر که یه ویدیو جداگانه در این خصوص تهیه کردیم در خصوص استیبل کوین. پیشنهاد میکنم حتما اینو ببینید برای اون کسایی که میخوان وقتی که بازار تو نوسانات زیاد هست یا اینکه میخوان یه مدتی از بازار کنار باشن، توصیه میکنیم تبدیلش کنید به این استیبل کوین ها که هم از اسمش مشخصه استیبل، ثابته، شما چیزی از دست نمیدین و بتونید مثلا توی بازه دیگه توی همون کوین یا توکن یا کوین توکن های دیگه وارد بشین. این میمونه این مثال، این استیبل کوین که شما وقتی که سهمتون رو تو بازار سرمایه میفروشین، موجودیتون نزد کارگزار خواهد موند، تیه به علاوه سه بهتون امکان اینو میده که برداشت بکنید، ولی تو اون فاصله هم دوباره میتونید یه چیز دیگه بخرید دیگه. شما که نمیخواید بیاد تو حسابتون هی کارمز بدین بابت این کریپتوکارنسی، هی بفرستین دوباره تو حساب بروکرتون، میتونه نزد بروکر باشه اما در قالب استیبل کوین. بسیار نکته مهمی برای اونایی که معامله گرای حرفه‌ای هستن و میخوان به صورت حرفه‌ای این کارو انجام بدن، پیشنهاد میکنم حتما اون ویدیو رو هم مشاهده کنید. اسکرول میکنیم میایم پایین، میاد مثلا بیت کوین سنس هایی که در 24 ساعت گذشته ارسال شده، اوریج ترانزکشن هایی که وجود داشته و حتی ترانزکشن فی رو به ما نمایش میده. من اینو باز میکنم توی صفحه جدا کنی که بعد با هم بریم ببینیم. و این ترانزکشن فی خیلی مهمه، در فکر میکنم بالاترین حالت بازار یه چیز حدود 53-54 دلار ارزش یه ترانزکشن فی بوده. این خب وقتی که انقدر میره بالا یه خورده نگران کننده است دیگه. تو ویدیوی ATH که اصلا ATH چی هست، چجوری به من میتونه کمک کنه تو معامله گری، کامل اینو توضیح دادم که پیشنهاد میکنم این هم باز ببینید. این بالا براتون کاردش میکنم سمت راست بالای تصویر. خب بلاک سایز رو داره به ما میگه، پاداشی که پرداخت میشه مثلا میگه 1.15% هست. سختی شبکه هم یه دونه دیگه از اون فاکتوراییه که به ما کمک میکنه توی خرید و فروش. وقتی سختی میره بالا یه خورده باید نگران باشیم، چرا؟ چون شاید ناامیدی به شبکه بیشتر بشه، اینو بخوان یه سری ماینرها خارج شن از بازی یا حتی از توی شبکه توزیع. اینا نکات مهمیه که ارتباط مستقیمی با معامله‌گر داره. هش ریت بیت کوین ماینینگ پروفیتیبیلیتی ارشد که حالا این تاپ 100 ریچست رو قبلا با هم دیدیم در قالب ویدیو سرکشی به کیف پول پولدارا، چیز جالبی بود که ببینیم چه خبره اون تو. آدرس های فعال، اینم نکته مهمیه، به ما کلی اطلاعات جالبی میده چقدر کیف پول فعال وجود داره از تعداد کل کیف پولا. این به ما اون حس رو میده که بازار به کدوم سمت داره میره و رو اون ATH چجوری میتونیم نسبت به این تصمیم گیری کنیم. و از همه مهمتر این توییت هایی که تو توییتر انجام میشه، اینو تو معامله گری با هم بیشتر بهش میپردازیم، ولی اطلاعاتی که اینجا میده برای ما اطلاعات ارزشمندیه. تاکیدمون به این سایت Bit Info Charts اینه که این اطلاعات وقتی به صورت خالص و ریل در اختیار شما قرار میده، شما تمام ابزار لازم برای تصمیم گیری نسبت به خرید و فروش خواهید داشت. بازم تاکید کنم ما فقط داریم به شما آموزش میدیم که چجوری بخرید بفروشید. هیچ کدوم از ویدیوهای ما تأکیدی بر خرید و فروش یک کوین یا توکن خاصی نیست و از هیچ کدومشون هم تعریفی نمی کنیم. فقط بحث بررسی و آموزش رو داریم. تصمیم گیری، معامله گری، کل این ریسک بر عهده خود سرمایه گذار هست. خب همونطور هم که می بینید این اطلاعات دیگه ای هم در اختیارتون قرار میده اینجا. بریم بالا.
من میرم سراغ دونه دونه اون صفحاتی که با هم باز کردیم. یه ترانزکشن فی داشت، همونطور که میبینید الان یه همچین نموداری نشون میده. این ترانزکشن فی رو من تو حالت لوگاریتمی قرارش میدم. این تفاوت لاینیر و لوگاریتمی رو قطعا میدونید. اگر نه، من اینجا فقط یه کوتاه توضیح بدم. شما مثلا یه سهمی رو خریدید به قیمت، من ریالیش توضیح میدم، شما خودتون تعمیم بدین به دلاری، به قیمت 1000 ریال، یعنی 100 تا تک تومانی. این سهم از 1000 ریال میشه 2000 ریال. چقدر روش کرده؟ درسته، 1000. حالا یه سهم دیگر خریدین 300 ریال، این روش کرده شده، حالا یه سهم دیگر خریدین 3000 ریال، روش کرده شده 4000 ریال. چقدر روش کرده؟ یه چیز حدود دقیق 1000 ریال. این 1000 ریال با اون 1000 ریال یکیه، اما تأثیرش چیه؟ شما تو حالت اول 100% روش کرده، تو حالت دوم 33.33% روش کرده. تفاوت این رشدها توی اون بیهیویر فایننس، اون مالی رفتاری که معاملگران و دارندگان این کوین و توکن توی بازار یا اون سهام توی بازار نسبت به قیمت‌ها و گره‌های معاملاتی که براش به وجود میاد دارن. ضمناً اون ساپورت و رزیستنس ها به این بسیار توی این حوزه برای تحلیلگرای تکنیکال بررسی میکنن بسیار مهمه. پس حتما رو حالت لوگاریتمی قرار بدین که بتونید درست تحلیل بکنید. همونطوری هم که مشاهده میکنید متوسط اینجا یه خورده سخت گرفته میشه، متوسط رشدی که من روی لاینر برش کردم که راحت‌تر نمودار بزرگتره، متوسط چیزو به شما نشون میده. خب الان اومدم دقیقا بالاترین مبلغی که بابت ترانزکشن فی گرفته شده 55.16 سنت بوده در تاریخ 22/12/2017 که قیمت بیت کوین هم به حد اکثر قیمت خودش رسیده بود. خب اونجا میشد حدس بزنی وقتی که شما در مثلا یه بازه کوتاه‌تری داشتین، مثلا یه چیز حدود 5 دلار میدادی یا حتی قدیمی‌تر از اون به 1.7 دلار میدادیم که دفعه 50 برابر میشه، یه مقدار باید ترسید. حالا کجا باید خارج شد؟ یه ویدیوی دیگه در خصوص تقاطع طلایی خواهیم داشت که روی برای تحلیلگر تکنیکال بسیار مفیده، رو بحث استفاده از مکدی، حالا نکاتی که مرتبط با اینه که خب اونجا میتونه به شما اطلاعات با ارزشی را ارائه کنه. یه سری هم فلگ میبینید اینجا که مثلا گفته این BTC، اینجا بیت کوین کش یه هارد فورک خورده، اینجا BTC یه بحث هافینگش بوده. یه ویدیو دیگه هم در خصوص هافینگ داریم، این بحث خیلی مهمه. مطابق اطلاعات هیستوریکال این داستان نصف شدن پاداش بیت کوین باعث میشه که قیمتش رشد بکنه. حالا یه تحلیلی وجود داره که این در آینده هم میتونه اتفاق بیفته، تو خرداد 99 1399 این اتفاق خواهد افتاد و شاید قبل از اون شاهد این رشد باشین. در نظر داشته باشین این فقط یه پیشبینیه، پیشگویی نیست، میتونه پس با یه درصدی احتمال محقق بشه. رو هر کدوم از اینا وایسین اطلاعاتی در این خصوص بهتون میده. خب اینجا هم همونطور که میبینید اون اطلاعاتی که قبلا خوندیم و میتونید ببینید روش، هم حتی میتونید کلیک بکنید برید جلو اطلاعات تکمیلی رو ببینید. و در خصوص تکنیکال ایندیکیتورها، این اومده یه سری اطلاعات بر اساس پایه قیمت داده، میتونید عوضش بکنید، بیایید مثلا سیمپل مووینگ اوریجش بذارید یا اینکه مومنتوم استفاده کنید یا RSI ریلیتد استرینگز ایندکس بذارید و بعد نسبت بهش تحلیل داشته باشید. میبینید که بین مثلا هر موقع این توی بازه مثلا بین سی، اگر یه خطی بکشیم حدود مثلا یه خورده بیشتر از سی هم میشه، مثلا 35 تا یه چیز حدود 80-85 در حال نوسان هست. الان این نمودار این خطا رو من میکشم، شما تو تحلیل تکنیکال میدونید وقتی توی کانالی میفته رنج میشه اصطلاحا، میتونید ازش نهایت استفاده رو تو دوانه نوسان گیریتون ببرید. تایم فریم مد نظرم باید در نظر داشته باشید، این پریودی که اینجا 7 روزه گذاشته شما میتونید به 14، 3، 30 و 90 روزه تغییر بدین، تغییراتش روی چارت مشاهده میکنید. اینا دیگه تماما بحثای تحلیل تکنیکاله که پیشنهاد میکنم به این موضوع جدیتر بپردازیم. خب من اینو برش میگردم به حالت قبلیش. پس در بالاترین حالت 55 دلار و 16 سنت 55 دلار 16 سنت
هزینه‌ای بوده که بابت یه ترانزکشن فی از معامله‌گران توی شبکه بیت کوین دریافت شده. بریم سراغ بعدی. نمودار بعدی در مورد سختی شبکه است. همونطور که می‌بینید هی سختی شبکه رفته بالا، یک کاهشی داشته رفته بالا، کاهش داشته رفته بالا. حالا باید ببینیم به چه صورتی ادامه خواهد یافت، که میتونید اینجا باز هم از همون نمودارهای مختلفی که اینجا در نظر گرفتیم استفاده بکنید. یکیشو توضیح دادیم همونطور که میبینید. حالا یه مقداری بعضن فرمتشون متفاوت میشه، ولی خب به هر حال به شما کمک میکنه که اطلاعات بیشتری در این خصوص به دست بیارید. مورد بعدی، در خصوص آدرس هاست. Bitcoin Active Addresses Historical Chart. حد در بالاترین شرط قیمتی یه چیز حدود، اگر بتونیم روی نمودار خوب وایسیم، بالغ بر 1,000,000ه، ولی یه خورده سخته وقتی که میخوای تو این نموداره به این صورت شما این کار رو انجام بدین. بالغ بر 1,000,000 آدرس فعال بوده و الان که داریم با هم صحبت میکنیم یه چیزی 720,000 تا آدرس فعال توی بیت کوین وجود داشته. خب رشد این هم نشون میده که بازار با اقبال مواجه شده. باز با قرار دادن این دیتا توی این نمودارهایی که مربوط به تکنیکال ایندیکیتورها هست، میتونید نسبت به این تحلیل اقدام بکنید، بازه زمانیتون مد نظر قرار بدین و اینکه ببینید به چه صورتی میتونید از این اطلاعات برای تحلیل رشد قیمتی استفاده کنید. نکته مهم و آخری که میخوام خدمتتون بگم در خصوص تعداد توییتی که انجام شده، این همون بحث پربیننده ترین نمادها توی بورس. میبینید وقتی که به حد اکثر توییت رسیده یه چیز حدود چقدر بوده، اگر دوباره ما رو یاری کنه اینجا بتونیم ازش استفاده کنیم. حالا سخت شده دیگه، بالغ بر 120,000 تا 128,000 تا توییت در یک روز انجام شده. 11/12/2017 بوده و همینطور یه دفعه نزول کرده تا اومده به اینجا. بعضی جاها هم که میبینید یه پیکی زده، مثل این پیک اینجا یه رشد قیمتی داشتیم، یعنی که توجه بازار بهش جلب شده. در نظر گرفتن این و اون پترن های پیشبینی روند آتی تغییرات حالا قیمت یا تعداد این توییت های که انجام شده بر مبنای تحلیل تکنیکال به شما میتونه کمک بکنه که یه پیشبینی از آینده داشته باشیم. بازم دارم میگم پیشبینی، اینا پیشگویی نیستش، پس با یه ضریبی احتمالی میتونه به وقوع بپیونده یا اینکه فیل بشه. به هر حال این سایت اطلاعات کاملی در این حوزه در اختیارتون قرار داد. سعی کردیم توی این ویدیو برای شما توضیح بدیم، بقیه مواردی هم که قبلا در ویدیوهای دیگه تهیه شده بهش ارجاع دادیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. اگر پسندیدین پیشنهاد میکنم که حتما ما رو لایک کنید و با اشتراک اون برای سایر دوستاتون و در سایر شبکه‌های اجتماعی ما رو در توسعه شبکه اعضامون کمک بکنید. با زدن دکمه سابسکرایب و زدن اون زنگوله میتونید از آخرین ویدیوها با خبر بشین. ضمناً ویدیوهایی که اینجا میبینید براتون به اشتراک گذاشته شده به شما رو میتونه در ادامه مسیر کمک بکنه. امیدوارم که لذت برده باشید. خدا نگهدار.